بله دوستان عزیز، ساعت 5:11 است. همچنان از رادیو آرینا، تنها رادیوی FM 105.9 HD3 از تورنتو کانادا در خدمت شما هستیم. ارتباطمون با کارشناس محترم برقرار شده، آقای دولابی، که ایشون در واقع حسابدار و مشاور امور مالیاتی هستند و مدیر شرکت حسابداری رایان که قبول زحمت کردن امروز با ما روی خط هستند و در خدمتشون هستیم. آیه دولابی، اگه صدای منو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتون. بزرگوارید، سلام از بنده. ما این روزا با هر کی صحبت میکنیم اول حال سلامتیشو میپرسیم. لطف دارید، شما در پناه پروردگار سلامت هستم. متشکرم. اگر یک فرصت کوتاه داشته باشم میخواستم عرض ادب بکنم خدمت شنوندگانتون و شما. حتما در خدمتون هستم. با یه تأخیر چند روزه بهار رو و سال نو رو تبریک عرض کنم خدمت عزیزان. محبت که آرزو دارم روزهای بهتری پیش روی هممون باشه همراه با سلامتی. انشالله هممون آرزوی همین سلامتی رو برای همه طبق مردم جهان داریم. حالا فارسی زبان ها که دیگه جای خودش داره. دقیقا. خب جناب دولابی، با توجه به تغییراتی که به وجود اومده عرض کنم خدمتتون که یه سری سوالات رو دوستان برای ما مطرح کردن که ما از شما خواهش کردیم که اگه بشه یه توضیحاتی راجبش بفرمایید. الان داره دولت مردم رو هدایت میکنه به سمت باز کردن حساب EI. آیا EI شامل حال همه میشه یا قسمتی از این آدم ها که بیکار شدن؟ عرض به خدمتتون، من اجازه میخوام اول یک پیش درآمد بسیار بسیار کوتاه عرض کنم که این دوتا رو از هم متمایز کنم، چون برنامه EI که شما میفرمایید به طور معمول در وبسایت مثلا گورنمنت کانادا، دولت کانادا وجود داره در عین 365 روز سال برای کسانی که شغلشون رو از دست دادن. ملاحظه میکنید EI پس برنامه معمول EI یک برنامه است که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. آنچه که شما میدونم در موردش قطعا صحبت خواهید کرد و این وضعیت خاصی که در حال حاضر درش به سر میبریم، اخیرا حالا دولت کانادا با تحت این عنوان انانس کرده و حالا به سمع عزیزان رسونده و اینطور که معرفی کرده Canada Emergency Response Benefit، یا حالا بخوایم شورت فرمشو بگیم CERB هستش. بله. ماجرای EI، اگر بخوام تو دی پوینت برسم به این عزیزانی که حالا ممکنه درگیر این قضیه شده باشند، ممکنه اوایل ژانویه یا حتی اواسط فوریه عزیزانی از کار بیکار شده باشند. بله. حالا به دلایل مختلف یا حالا اصطلاحی که مرسوم هست در انگلیسی میگن لی آف شده باشند، اینها همون موقع ترغیب شدن که برید حساب EI و خودتون رو بذارید روی بیمه بیکاری EI یا Employment Insurance یا بگیم بیمه بیکاری. بله. آنچه که در حال حاضر در موردش صحبت میکنیم این موضوع امرجنسی و اضطراری در حال حاضر هستش که افرادی که در حال حاضر به دلایلی که مستقیما یا غیر مستقیم مربوط میشه به این COVID-19، به این ویروس کرونا، ازشون خواسته شده که اپلای کنن برای این ماجرای، حالا اسمشو بزنیم CERB، نخواهیم اسم کاملش رو بگیم CERB یا این برنامه جدید. درسته. پس در واقع هیچ آفر خاصی روی EI واسه بیکار شده های جدید که از شاددان شدن شهر شروع شده نداره، یعنی هیچ ارتباط مستقیم این دوتا با هم ندارن. تا حدودی اینطوری بهتون میگم، حتی خوشبختانه چون مزایای برنامه جدید حداقل در کوتاه مدت کمی بهتر هست. بله. حداقل ما وقتی از راجع به مزیت صحبت میکنیم و مزایا، در مورد مزایای مالی قطعا صحبت میکنیم. دقیقاً. وقتی این مزایا در برنامه جدید کمی بهتر هست، آنطور که من دیدم و توی وبسایت هم خوندم، خود دولت کانادا و عملا ارگانیزیشنی که مربوط هست به بیمه بیکاری، اونهایی رو هم که برای EI، برای بیمه بیکاری معمولی مثلا ظرف یک ماه اخیر یا مدتی شبیه این اقدام کردن، به طور اتومات منتقلشون میکنه به این برنامه CERB جدید. آها، پس اصلا دیگه احتیاجی نیست که، چون الان صحبتایی هست که یه دونه حساب CERB باز بکنید که بعدا بتونید اون بنفیت رو بگیرید و مواردی که حالا ما میشنویم اینطور هست، من زیاد در جریانش نیستم، ولی پس شما میفرمایید اونهایی که به واسطه این شاددان شدن و ایفکت شدن به واسطه کووید 19 روی EI هستن، اتوماتیک وار از 6 آپریل که قراره باز شه به اون سمت میرن، یعنی یه بنفیت دیگه ای رو میگیرن به جای در واقع همون EI. فرمایشتون بالای 70-80% درسته. فقط این قسمتش رو اصلاح کنم که هنوز برای هر دو برنامه فرقی نمیکنه، ترغیب میکنن مردم رو که حساب اصطلاحا مای اکانت بهش میگن روی وبسایت CERB رو باز بکنید. بله.
حساب عملا مزایای بسیاری داره. شما میتونید مستقیما خیلی از کارها رو انجام بدید، از جمله شماره حسابی که قراره مثلا بدید به کانادا ریونیو ایجنسی، به اداره درآمد کانادا، درسته. اونجا میتونید راحت دایرکت دیپوزیت اطلاعات حسابتون رو وارد کنید. جدای از این، اگر به من اجازه بدید کوتاه من باز دو تا ماجرا رو هم عرض کنم، چون این دو تا هم باز خیلی کانفلیکت داشتن. مثل همین برنامه معمول ای آی و این سی ای آر بی که عرض کردم و ظاهرا یک میساندرستندینگ برای دوستان به وجود آمده، این یکی رو هم عرض کنم. ببینید ما دو جور اکانت داریم، یکی مای سرویس کانادا اکانت هستش، یکی مای اکانت هست روی وبسایت سی آر ای. بله. خوبیش این هستش که ظرف یک سال اخیر دیگه این دوتا رو با هم لینک هم کردن، یعنی شما اگر به خاطر همینه که اداره درآمد کانادا شما رو ترغیب میکنه که مای اکانت رو باز بکنید، چون دقیقا یک آپشنی وجود داره و یه آیکونی وجود داره، شما رو خود به خود منتقل میکنه به مای سرویس کانادا اکانت، انگار که دسترسی به هر دو حسابتون دارید و از اون طریق میتونید برای ای آی یا برای این برنامه جدید اپلای کنید. درسته. و من یه سوال ازتون بپرسم، حالا با توجه به مواردی که شما خیلی کلیر و واضح توضیح دادین و فکر میکنم همه متوجه شدن، پس در واقع اون افرادی که اخراج نشدن و فقط به خاطر تعطیلی، حالا مثلا میگم یه ایمپلویری گفته که آقا دو هفته بریم خونه هامون ببینیم چی میشه، ولی خب از اونجایی که میدونی همه پیرولشون ساعتیه و اون ساعتها که روی کار نیستن، اینها دیگه باز اونا هم باید برن رو ای آی الان اقدام بکنن یا وایسن دو هفته بعد ببینن ایمپلویرشون چی میگه؟ برنامه ای آی رو اگر کسی قراره اپلای کنه، اولین چیزی که نیاز داره این هستش که بگه که من شما رو لی آف کردم. از چیزی به اسم ریکورد آف ایمپلویمنت یا اصطلاحش حالا شورت فرمش ROE صادر میکنم و موارد اینچنانی، وقت میتونه برای ای آی اقدام کنه. ولی وقتی که کارفرما رسما کسی رو اخراج نکرده، اتفاقا من خیلی چیز دارم توصیه میکنم که عزیزان این وبسایت خود CRA رو و وبسایت حتی canada.ca دولت کانادا، دولت فدرال رو ملاحظه بکنن. بد نیستش، اونجا خیلی به صراحت گفته که چند تا ماجرا رو گفته، از جمله اینکه گفته که شما ممکنه جاب رو از دست داده باشید و یا ممکنه که نه لی آف هم نشده باشید ولی مجبورید به دلایلی که خیلی کوتاه 3-4 تاشو عرض میکنم، مثلا میگه که ممکنه قرنطینه شده باشید، ممکنه به دلیل تعطیلی مدارس و مهد کودکان مجبورید منزل بمونید و از فرزندانتون مراقبت کنید، ممکنه خودتون مریض شده باشید، بیمار شده باشید از همین COVID-19، یا ممکنه مسئول مراقبت از یکی از وابستگانتون باشین. پس میبینید دلایل مختلفی وجود داره که شما مجبورید در منزل بمانید و به محل کار نرید، یا به قول شما اصلا اصرار و دستور کارفرما بوده است. در این حالت تقریبا تا اونجایی که ما میدونیم، چون یه پرانتز هم باز بکنم، خود دولت و دولت فدرال، حالا دولت‌های استانی بمانند، هر روز یا هر دو روز یه دفعه دارن این برنامه رو آپدیت میکنن، بروز میکنن و اطلاعات دقیقتر و با جزئیات بیشتری رو منتشر میکنن، واقعیتش منتشر میکنن. به خاطر همین دارم عرض میکنم تا اونجایی که ما میدونیم اینها دیگه باید برن برای این برنامه CERB اقدام کنن و مثلا تا گفتن که اوایل اپریل برنامه باز میشه، اصلا قراره یک صفحه جدیدی باشد با سرویسی که مشخصا در مورد همین قضیه تعیین شده. و آقای دولابی، من اینو بپرسم، همه آدم ها که در کانادا حالا سیتیزن هستن به نوعی یا اقامت دائم دارن پی آر هستن، شامل دریافت این تسهیلات هستند یا نیستن؟ واقعیتش اگر جو پاسخ رو شما بدونید من هم بهتون عرض میکنم. چرا حال بهتون عرض میکنم؟ به خاطر اینکه از یک طرف خب نخست وزیر محترم دولت فدرال و حتی نخست وزیرهای دولت‌های استانی میخوان سعی کنن و واقعا به حق هم دارن این کار رو انجام میدن، میخوان سعی کنن به مردم بگن که ما در کنار شما هستیم. بله. شما میدونید که کانادا با خیلی از کشورهای دیگه متفاوت است، از جمله این که ما دانشجویان بین المللی اینجا داریم، کسانی داریم که با ورک پرمیت اینجا هستن. خب این عزیزان، من دارم از دیدگاه مالیات عرض میکنم، چون رزیدنسی یا مقیم بودن از دیدگاه اداره مهاجرت ممکنه یک چیز باشه، از دیدگاه این موارد ممکنه چیز دیگری باشه. بله. خب ما نیایم بسنده کنیم بگیم که فقط یا شهروند باشن یا پرمننت رزیدنت، مثلا مقیم دائم کانادا. بله. باشن. آنچه که تا الان منتشر شده از طریق دولت، آقای ترودو و دولت‌های دیگه و دولت‌های استانی دارم عرض می‌کنم، بله، این امید رو به همه عزیزان دادن که بتونن کمک بکنن. منتها باز تاکید می‌کنم، از جمله اینکه هفته پیش این ماجرا منتشر شد، جزئیاتش رو پارلمان تا نیمه شب
و حتی اولای صبح چهارشنبه تازه جزئیاتش رو تصویب کرد بل. و تازه از چهارشنبه می‌بینید که دو سه بار هی تغییر کرده، تغییر نه به معنای عوض شدن، تکمیل شدن، داره تکمیل میشه. قطع یقین مثلا عرض میکنم دانشجوی بین المللی که تا قبل از این فقط یک بورس میگرفته یا کمک میگرفته و طبق آن چیزی که اعلام شده ظرف 12 ماه اخیر یا 2019 5000 دلاری هم درآمد نداشته است، خب بالاخره یک تأمین مالی بشه بعد دیگه. واقعیتش من از دیتیل شخصا خبر ندارم. درست. اما یه نکته کوچیک دیگه، من نمیدونم البته آپدیت امروز خبر رو شما از آقای تردو در واقع اعلام کردن، راجع به یک پلن و پروگرام دیگه ای صحبت کردن به نام CEBA که یک برای شرکت ها و اسمال بیزینس ها 40,000 دلار قراره وام بدن. آیا این هم جزء اون مواردی هستش که دیتیلش اعلام نشده یا اینکه دیتیلی الان وجود داره؟ دیتیل اعلام نشده. حالا عرض میکنم چرا، به خاطر اینکه این حالا یک قسمت دیگری است. متو الان صحبت من و شما در مورد عزیزانی بود که به نوعی حقوق بگیر بودن بله. یا درآمد داشتن و موارد این چنانی بله. در مورد بیزنس هایی که ایمپلویر هستن، چون ما بیزنس رو باید، کسب و کارها رو باید از دو منظر بهش نگاه کنیم. منظر اول این که کسانی هستن که حالا اصطلاح انگلیسی و چیزیش رو بگیم سلف ایمپلوید هستن یا خیش کارفرما هستن بله. اینها مثل خیلی ها نگران از دست رفتن درآمدشون هستن، چون کسب و کارها به دلیل این ماجراهای قرنطینه و امثال اینها خابیده و تعطیل شده، شات داون شده. ولی از منظر دیگری نگاه کنیم، ما داریم راجع به شرکت‌هایی صحبت می‌کنیم که کارفرما هستند و آقای ترودو با چیزی که امروز من خوندم و حالا تا نوعی هم رؤوس خبرها رو دیدم، ایشون دارن به نوعی حمایت می‌کنن از کارفرماها مبنی بر اینکه شما تا اونجایی که می‌تونید کارکنان رو اخراج نکنید، ما در کنارتون هستیم. می‌دونید این دو منظر جداگانه است. این برنامه جدید هست. تا قبل از این 25,000 دلار گفته بودن پرداخت میکنن به ایمپلویرها، به کارفرماها، برای اینکه جبران خسارت بشود و موارد این چنانی. یا برنامه جدید که امروز گفتن ظاهرا اینطور هستش که، و تاکید میکنم جزئیاتش هنوز بیرون نیامده، تاکید میکنم گفتن که خب این 25,000 دلار کم بوده، ظاهرا با یک مبلغ جدید و با برنامه یا جزئیات جدیدتری اومدن در قرار شده فرمان. که 75% رو به جای 10% تامین بکنن برای بله. ولی خود این 75% 75% چی؟ جزئیات به خاطر این خیلی مهم هستن و اینکه کدوم ایمپلویرها شامل این قضیه، کارفرما کدوم شامل این قضیه میشوند. آیا این مثلا میدونید شروطش که بیاد بیرون و تازه مشخص میشه، آیا من مکلف هستم برای برخورداری از این هیچ کس رو لیاف نکنم یا بالعکس؟ میدونید جزئیاتش تا نیاد بیرون واقعا نمیشه چیزی گفت. درسته. و در نهایت من یک سوال دیگه بپرسم از حضورتون که همین الان خانم طاهره کریمی از ما پرسیدن. نوشتن که اگر مادری به خاطر بچه ها مجبور باشه تو خونه بمونه و قبلا پارت تایم کار میکرده، هم تو این مجموعه قرار میگیره که بنفیت ها رو بگیره یا باید در واقع همون جوری که فرمودید ای آی اقدام بکنه؟ آنچه که گفتن اتفاقا یکی از شروط و اوایل عرض من اگر توجه کرده باشید اشاره کردم، یکی از شرایط همین هستش که گفتن اگر شما مجبور هستید در خانه بمانید برای نگهداری از فرزندانتون به خاطر اینکه مدرسه ها بازگشایی نشدن، مهد کودک ها بسته هستن، شما مشمول این کمک خواهید شد. ولی حالا میخوام یه چیز جالب بهتون بگم، این هستش که میگم ما نیاز به جزئیات بیشتر داریم. در حال حاضر آنچه که منتشر شده است در صفحات عمومی حتی مثلا دولت فدرال و حتی اداره درآمد کانادا، ما میبینیم که در مورد هر فرد صحبت شده، ولی از طرف گمان زنی هست که میگن خیلی خوب در مورد هر فرد میگین یا در مورد هر خانواده میگین، چون ممکنه ما خانواده هایی داریم که مثلا خانم خانه‌دار هستن و مثلا همسرشون مشغول به کار هستن بس. این عزیزمون که میفرمایید پارت تایم کار میکردن، بستگی داره که در حال حاضر همون کار پارت تایم پار وقت رو هم از دست داده اند یا خیر. درست. اگر از دست داده اند و با این چیزی که فرمودین مجبورن برای نگهداری از فرزندانشون در منزل بمونن، بله قطعا با آن چیزی که دولت اشاره کرده مشمول این قضیه میشن. یعنی میرن تو پکیج بنفیت یا تو پکیج ای آی؟ CER. آها بله. اگر اجازه داشته باشم در از یک دقیقه برای دوستانی که سلف امپلوید هستن من یک دقیقه یا دو دقیقه توضیح بدم، اگر نه که انشالله موقع. خیلی هم عالی، خیلی هم خوشحال میشیم، بفرمایید. بزرگوارید. چون باورتون نمیشه آنچه که ظرف یک هفته اخیر من تلفن‌هایی که از مشتریانم گرفتم و بمباران زنگ شدم، اتفاقا بیشتر مربوط به این عزیزان هست که
منتظر بودم شما در مورد این عزیزان بپرسید و نپرسیدید. بله. عزیزانی که سلف امپلوید هستن، خیش کارفرما هستن، چون روی برنامه ای آی نیستن، برای خودشون بیمه بیکاری نمیتوانن قانونا رد کنن، مگر یک استثنای بسیار خاص. خیلی ها این سوال رو میپرسن که میگن که ما که کارفرمایی نداریم که ما رو لی‌آف کرده باشه، ما باید چه بکنیم؟ طبق برنامه‌ای که اعلام شده است، اگر در سال 2019، یعنی اینها هم جزئی از همه عزیزان دیگر میشوند که در 12 ماه اخیر یا در سال 2019 اگر بالای 5000 دلار درآمد داشته اند مشمول این قضیه میشوند، باید صبر کنن. این رو من دو هفته است تقریبا به همه کسانی که تماس میگیرن یا به نوعی سوال میکنن میگم خدمتشون، باید صبر کنن تا اوایل اپریل. هفته اول اپریل دولت قول داده که این رو اعلام میکنه و سلف امپلوید ها یا خیش کارفرماها با پلن خاص خودشون که حتما اعلام خواهد شد جزئیاتش توسط دولت، از اونجا باید اقدام کنن برای این برنامه جدید CERB. درسته. و حالا با توجه به که بحثش باز شد، من یه سوال دیگه هم پس راجع به این قضیه بپرسم از حضورتون. اونم این که اگر کسی یک بیزینسی داره و بیزینسش جدید هست و مثلا 2-3 ساله یه بیزینسی رو ران کرده، هنوز کسی رو نتونسته استخدام بکنه و در واقع مشکل بزرگی که داره اینه که بتونه از پس هزینه‌های خودش، اجاره آفیسش، نمیدونم هزینه‌های یوتیلیتی و اینجور چیزایی که در جریانش هستید بر بیاد، اونا هم چیزی دارن؟ ضمن اینکه تازه درآمد زیادی هم نتونسته توی سالهای گذشته به خاطر اینکه حالا استارتاپ بوده یا شرایط جدیدی داشته، هنوز توی نتورک نبوده، براش چیزی در نظر گرفته شده یا خیر؟ دادن که بیزنس ها رو حمایت کنن. خب من بعید میدونم، نمیگم اصلا وجود نداره، ولی بعید میدونم، فرض بفرمایید یک بیزنس، یک کسب و کار جدیدی ظرف 2 سال، 1 سال اخیر، 3 سال اخیر ایجاد شده باشه ولی نتوانسته باشه بالای 5000 دلار یا 6000 دلار، 7000 دلار درآمد ایجاد کرده باشه. بله. کافیست؟ چون میدونید که حالا مستقیم هم اگر نگیم، به طور غیر مستقیم این عزیزان باز خیش کارفرما یا سلف امپلوید محسوب میشن. چون بله. میگن ما یک کسب و کاری رو اندازی کردیم، ممکنه درآمد ناخالص این شده باشه 50000 دلار ولی هزینه هاش هم بوده 50 حتی بیشتر و ما کسب زیان کردیم. قطعا اینها هم جزئی از اون برنامه خواهند بود. من در ادامه عرایزم هم این نکته که شما فرمودید هم عرایز قبلیم رو میخوام تکمیل کنم. خیلی از عزیزان میپرسن که میگن خیلی خوب، دولت از کجا متوجه میشه یا ما چطور میتوانیم مدرکی ارائه کنیم مبنی بر این که ما 5000 دلار یا بیشتر درآمد داشته ایم؟ خب عزیزانی که تا الان اظهارنامه های مالیاتیشون رو فایل کردن، خب قطع یقین دیگه دولت دسترسی داره و متوجه میشه که وضعیت درآمدی و شغلی اینها چگونه است. اونهایی که تا الان به دلیل این تمدیدی که انجام شده است تا الان اظهارنامه های مالیاتیشون رو فایل نکرده اند، قطعا ازشون حتی توی اون وبسایت وقتی که اقدام میکنن برای این CERB پروگرام جدید یا EI خواهند دید که ازشون پروف میخوان، ازشون مدرک اثبات کننده درآمد میخوان. اینها هر چیزی میتواند باشد. یک مثال بسیار بسیار رایج، عزیزانی هستن که در حال حاضر مثلا اوبر درایوینگ یا اوبر رایدشر یا امثال اینها انجام میدهن. بله. مثلا اون سامری ریپورت، اون گزارش خلاصه کارکرد 2019 شون رو که از اوبر میگیرن، خود اون نشان دهنده و یک مدرکی است دال بر اثبات درآمد. درسته. و مواردی شبیه این، یک نفر ممکنه بیزنس دایر کرده باشه و مثلا عرض میکنم جمع این وایس هاش رو، جمع صورت حساب های صادرش رو یا کارکرد بانکیش رو بتونه بگه. نمیگه اینا به ذنب بنده یک حرفه ایست، حرفه ای منظوری که یعنی شغلم این هست، ولی واقعا نمیدونیم، دولت تا جزئیاتش رو اعلام نکنه این تجربه بنده است. ولی سیاره ممکنه بگه که نه، من ممکنه این یا این یکی یا صورت حساب بانکی رو به عنوان مدرکی داله بر وجود درآمد قبول نمی‌کنم. فقط من دارم نظر حرفه ایم رو ارائه می‌کنم، میتواند درست نباشد. بسیار عالی، خیلی متشکرم از تماستون، خیلی در واقع ارتباطی که با ما برقرار کردید. امیدوارم صحیح و سلامت باشید، تو این روزا خیلی مراقب خودتون باشید. ان زمانی باشه دوباره با شما صحبت خواهیم کرد. لطف دارید، با کمال میل خیلی خوشحال شدم و آرزوی سلامتی و حال خوب و روزهای خیلی خیلی بهتر دارم برای تمام شنوندگان، اهم از فارسی زبان یا غیر فارسی زبان، همه عزیزانی که تو کانادا یا جاهای دیگه هستن و یه خود نگران این ماجرا هستن. ایشالله که به زودی اینم حل میشه. خیلی ممنون از لطفتون، متشکرم، روزتون بخیر. به همچنین. خواهش میکنم، خدا نگهدار.